رفقا سلام، سیستم هیدرولیک خودرو تأثیر بسیار زیادی در عملکرد موتور داره. شما زمانی که فرمون رو میچرخونید بار موتور افزایش پیدا میکنه و این باید یک حالتی ایجاد بشه که خودرو دچار نوسان یا زیر بار رفتن دینام یا کاهش در واقع دور موتور نشه. در خودروهای جدیدتر سنسوری در سیستم هیدرولیک روی لوله فشار قوی نصب شده به نام سنسور فشار هیدرولیک. سنسور فشار هیدرولیک باعث میشه وقتی شما چرخش فرمون دارید ECU در واقع استراتژی مناسب رو برای دور آرام و دور موتور اتخاذ بکنه و در واقع جلوگیری کنه از بعضی از خرابی‌ها و ایرادهای خطرناک. یکی از ایرادهای خطرناک اینه که شما در زمان چرخش فرمون روی پیچ‌های تون خودرو خاموش میشه و این بسیار خطرناکه. توی ویدیو قرار با هم یه سنسور فشار هیدرولیک رو به صورت کامل بررسی کنیم و نحوه تست جای نصبمون رو هم با هم یاد بگیریم. این ویدیو رو تا انتها مشاهده کنید. خب دوستان، سنسور فشار هیدرولیک یک کلید قطع و وصل مدار است و میزان فشار رو اندازه‌گیری دقیق نمی‌کنه و در واقع اینکه چه عددی هست میزان فشار رو مشخص نمی‌کنه. اما وقتی تحت فشار باشه سیستم هیدرولیک، این تحت فشار بودن رو تشخیص میده و زمانی که اطلاعات عملکرد پمپ هیدرولیک و تحت فشار قرار گرفتن اون رو برای ECU ارسال میکنه، ECU طبق اون اطلاعات عملکرد دور آرام رو بهتر کنترل میکنه. در ماشین هایی که این سنسور وجود نداره، استوپر موتور و سنسور دهیچه گاز دور موتور رو در حالت آرام در زمانی که موتور دارای تغییرات بار هستش کنترل میکنه. اما برای افزایش کنترل و دقت بیشتر در دور آرام و عدم نوسان در حالت زیر بار قرار گرفتن موتور، مثل حالتهایی که کولر میگیرید یا روشن شدن چراغ ها یا استفاده از هیدرولیک همون فرمون چرخوندن فرمون یا در برخی مواقع زیر بار رفتن دینام، نیاز به یک فیدبکی هستش که برای سیستم هیدرولیک این فیدبک از سمت سیستم هیدرولیک به ECU ارسالش. سنسور فشار هیدرولیک همین کار رو انجام میده. زمانی که فرمون رو نمیچرخونی پمپ هیدرولیک کار میکنه، ولی مدار هایپرژر یا فشار قوی اون تحت فشار نیست، چون شیر بازه و روغن هیدرولیک از یک طرف خارج و از طرف دیگه وارد مخزن میشه. به محض چرخوندن فرمون شیر طوری تغییر میکنه که روغن رو به داخل جک فرمون ارسال میکنه. در این حالت فشار مدار هیدرولیک افزایش پیدا میکنه و با بالا رفتن این فشار پمپ هیدرولیک تحت فشار قرار میگیره و از تصمیه متعلقات روی پولی میلنگ تأثیر میذاره و میخواد دور موتور رو پایین بیاره. قبل از انجام این عملیات و با لحظه چرخوندن فرمون، لحظه شروع چرخوندن فرمون، این سنسور یا سویچ یک پالس به ECU ارسال میکنه و به ECU میفهمونه که پمپ هیدرولیک تحت فشار قرار میگیره و قبل از نوسان دور آرام و اینکه استوپر و سنسور دهیچه گاز بخواد دور آرام رو کنترل کنه، سریعا ECU یک مقدار گشتاور موتور رو و میزان دور آرام رو بالا میبره تا بر اثر این گشتاور هیچ تغییر در دور آرام ایجاد نشه. نام هایی که این سنسور داره: فشار فرمان هیدرولیک، فشنگی هیدرولیک، میکروسویچ هیدرولیک هستش و محل نصب اون هم که روی لوله فشار قوی هیدرولیک هستش. عملکرد شبیه فشنگی روغن داره. ببینید، روغن از یک سوراخ وارد میشه و کلید اون رو قطع و وصل میکنه. خب بذارید با هم دیگه محل نصب اون رو روی خودرو نشونتون بدم. محل نصب سنسور فشار هیدرولیک در خودروی فای در این قسمت قرار داره، روی لوله های پرژر فشار قوی. نکته ای که هستش، ببین این سنسور روی لوله فشار قوی هستش. خب
و ممکنه دچار نشتی روغن از این ناحیه بشه، که در واقع دلیل تعویض این سنسور هم همین بوده، از ناحیه دور در واقع قسمت فلزی سنسور و قسمتی که قسمت پلاستیکی سوکت روی اون وصل میشه این نشتی روغن رو مشاهده میکنید. برخی مواقع هم از درون در واقع قسمت پلاستیکی روغن نشت پیدا میکنه و باعث میشه عملکرد اون دچار اختلال بشه و این میخواد باید اون حتما تعویض کنید. تکنولوژی کار کرده اون ببینید یک کلید قطع و وصل هستش یا سویچ آن و آف هستش که با فشار روغن به دیافراگم داخلی کلید رو وصل میکنه. اگر خراب باشه با زیر بار رفتن موتور دور موتور نوسان پیدا میکنه یا خودرو خاموش میشه و یا در اثر خرابی فشار بالا رو همیشه نشون بده و خودرو گاز بخوره، چون ECU دور موتور رو بالا نگه میداره. فشار هیدرولیک بسته به نوع ماشین از 40 تا 60 بار هستش که فشار بسیار بالایی هست و برای تست این سنسور حتما باید روی ماشین نصب باشه و از پایه‌ها هنگام چرخوندن فرمون تست بیزر بگیرید. یعنی زمانی که روی ماشین نصب هستش شما باید فرمون رو بچرخونید و در هنگام چرخوندن باید تست بیزر فعال بشه و اتصال، یعنی کلید وصل بشه و اتصال اون نشون داده بشه. این تست هم با هم ببینیم روی ماشین. همونطور که گفتم برای تست بشنگ میدونی که حتما باید روی سیستم وصل بشه. من به سوکیت اون دو تا سیم وصل کردم که از طریق اون به موتور در تست بیزر وصل. خود رو روشن فرمون در حال چرخش نیستش، اما نگاه کنید تست بیزر ما فعال صدا میده حتی وقتی خود رو خاموشه. ببینید خود رو خاموش، درسته؟ این یعنی به صورت یک سره این اتصال توی فشنگی برقراره و مستقیم به ECU اتصال میشه. با ورود روغن به درون فشنگی وقتی که فرمون رو میچرخونیم این کلید قطع میشه و ECU متوجه چرخوندن فرمون میشه. اینه در واقع میگن فشنگی که به صورت یک سره برق رو به ECU ارسال میکنه و فعال شدن این سویچ یعنی قطع شدن سیگنال ارسال به ECU. در برخی موارد هم قطع هستش این ار سیگنال و وقتی فرمون رو میچرخونیم وصل میشه. تو فشنگی روغن هم همینه دیگه، شما وقتی استارت میزنی روغن وارد فشنگی که میشه در واقع باعث خاموش شدن چراغ روغن میشه، یعنی ورود روغن ارسال سیگنال رو قطع میکنه. خب حالا بریم روشن کنیم فرمون رو میچرخونیم، این تست بیزر باید از بین بره. روشن کاجی فرمون رو به چرخون، ببین قطع اتصال با چرخش فرمون. فرمون رو نه چرخون آجی، وصل به چرخون آجی، قطع و نه چرخون به چرخون. ببینید پس این تست بیزر نشون میده که فشنگیمون ساده. به طور کلی سنسورهای فشار هیدرولیک در دو مدل هستن، یک مدل کنترل منفی که منفی از وارد از پایه وارد میشه و به ECU میره. دومین مدل کنترل مثبت هستش که برق مثبت وارد یکی از پایه ها میشه و از پایه دیگه به ECU میره. همونطور که گفتم ممکنه در اثر فشار بالای سیستم هیدرولیک روغن هیدرولیک از قسمت آب بندی سنسور نشتی پیدا کنه و اون رو حتما باید تعویض کنید تا سیم کشی دچار خطا و خرابی نشه. اما در دستگاه دیاد پارامتری وجود داره به نام روشن و خاموش بودن وضعیت هیدرولیک. وقتی فرمون چرخونده میشه وضعیت هیدرولیک روشن و زمانی که فرمون چرخونده نمیشه وضعیت هیدرولیک خاموش هستش. این هم در دستگاه دیاد میتونید بررسی کنید. علائم خرابی که این سنسور داره، ببینید این سنسور اگر خراب باشه در دو حالت خراب، یا فشار هیدرولیک رو به ECU ارسال نمیکنه که در اون صورت خودرو ممکنه در سر پیچ ها خاموش بشه، یا زمانی که فرمون رو میچرخونی دور موتور پایین بیاد، در برخی مواقع چراغ دینام روشن میشه چون بار اضافه روی دینام
ارسال میشه و در واقع چراغ باتری یا همون چراغ دینام روشن میشه، چرا که سنسور فشار هیدرولیک رو به ECU ارسال نکرده، ECU دور موتور رو بالا نیاورده و این فشار روی دینام حس میشه و این چراغ باتری روشن میشه. همچنین ممکنه خودرو در واقع در حالت درجا یا زمانی که فرمون رو نمیچرخونید خاموش بشه. اون یعنی خرابی سنسور به این گونه که فشار هیدرولیک رو همیشه بالا نشون میده، یعنی کلیدش دائم وصله و وقتی کلید دائم وصل باشه این فشار هیدرولیک وقتی بالا نشون داده بشه و که در واقع ECU احساس کنه شما به سیستم هیدرولیک فشار وارد کردید، باعث میشه دور موتور رو بالا ببره و خودرو گاز بخوره. ممنونم که این ویدیو رو تا انتها مشاهده کردید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. این ویدیو برای دوستانتون بفرستید. اگه سوالی در این زمینه دارید حتما در قسمت کامنت ها با ما در میون بذارید. همینطور هر سوال دیگه هستش از من بپرسید، من و سایر دوستان حتما پاسخ میدیم. موفق و معید و پیروز باشید.